سلام، سلام به شما عزیزان، شما عزیزانی که در ایران و دیگر نقاط جهان در این لحظه تماشاگر تفسیر خبر هستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، همراه شما خواهم بود. شما عزیزانی که منتظر شنیدن و دیدن گزارش های ویژه هستید که در این شماره نیز چند گزارش ویژه برای شما دارم، از جمله آنچه که شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس حسن روحانی گفته است. توقعات زیادی مردم ایران از حکومت فقیه، نخستین حکومت الله بر زمین، از جمله توقعات داشتن کار، داشتن مسکن، داشتن بهداشت و آینده ای بهتر برای کودکان. ما برای این خواسته ها انقلاب کردیم، خواسته هایی که در بسیاری دیگر از کشورها رعایت می شود. فی‌الجمله این که ما برای دنیا انقلاب کردیم، داشتن دنیا یا برای آخره، و چه شده است که همه چشم ها به واشنگتن دوخته شده و به دهان و توییتر پرزیدنت ترامپ، از حکومت گرفته تا مخالفان حکومت. و نرخ اعتیاد در ایران به کجا رسیده است؟ رکوردی دیگر باز هم یک هفته پس از رکورد هفته پیشین در این زمین و خبرهای دیگر. و طبعا مثل شبهای دیگر چون این شبی به پیام های شما عزیزان نیز خواهیم پرداخت در بخش پایانی برنامه. اما چگونه میتوان در ایران به پول و دارایی و ثروت رسید؟ تحصیلات، کاردانی، کارشناسی، زحمت، مرارت، عرق جبین و بقیه سنت های معمول و متداول در تاریخ ایران و جای دیگر جهان یه نظر میرسد چنین نیست. گزارشی تصویری در این زمینه رو میبینیم و پس از آن همراه شما خواهم بود با گزارش های دیگر و سخنانی دیگر. ما یک پدیده‌ای داریم آقا به اسم مشق قربون علی. مشق قربون علی یه پیرمرد پنجم ابتدایی با تحصیلات پنجم ابتدایی، از سال 93 تا 97 توی 4 سال 456 میلیون دلار ارز دولتی بهش داده شد که بره ورق استیل و اینها وارد بکنه. هیچی وارد نکرده، ارز رو تو بازار آزاد فروخته. پنجم ابتدایی تحصیلاتش. بعد به همینجا متوقف نشده، با این سودی که اینجا کرده گفته خب حالا سال 97 ایم چیکار بکنیم؟ بریم ماشین سازی تبریز رو بخریم. تو خصوصی سازی ماشین سازی تبریز سال 97 به قیمت کارشناسی سال 94 بهش واگذار میشه، 611 میلیارد تومان، 100 میلیارد نقد، بقیه‌اش اقساط 5 ساله. خب شما هر کسی رو بذارید جای مشق قربون علی ثروتمند میشه دیگه، یعنی کاری نداره که این آدم تلاشی نکرده، زحمتی نکشیده. ماشین سازی تبریزی که تو اسناد ویکی‌لیکس هست، یکی از صنایع استراتژیک ایران. خب من این اسم که میاد نمیتونم، قربون علی، مشق قربون علی، که همه مشق قربون علی ها در هر کجا که هستن تندرست باشن و زندگی خوبی داشته باشن از راه مشروع طبعا، نمیتونم اشاره نکنم به همشهری نازنین ما، مشق قربون علی ما، که در دره نمره یک بین خونه های ما، همون جایی که الان زلزله اومده و همین مسجدی که میبینید در همین منطقه بوده که زمان انگلیسی ها شرکت نفت از روی مسجد شاه اصفهان کوچیک ساختن با مصالحی از سنگ. در حال دره ای وجود داره که درش چشمه‌های نفتی است و اون برم چاه شماره یک هست. در این دره کم آب و نفت، مشق قربون علی نازنین که باغبان شرکت نفت بود، در اونجا باغی درست کرده بود و زحمت بسیار، ریال بر ریال میگذاشت تا بچه هاشو
به جایی برسونه که یکی از اون عزیزان هم کلاس من بود، هر کجا که هستن تندرست باشن. فرق است میون مشق قربون علی پیش از انقلاب و مشق قربون علی های دیگر و مشق قربون علی هایی که دستی در ولایت مداری دارن و دستی دیگر در درآمدهای همون چاهای نفت در نزدیکی خانه و کاشانه و باغ نازنین مشق قربون علی زمان کودکی و نوجوانیه ما در مسجد سلیمان. و اما گفتن که با عرض دولتی رفتن چه وارد کردن چه وارد نکردن، از جمله وزیر بهداشت هست که آمده است و گفته است آقای سعید نمکی با 2 میلیون یورو عرض دولتی اومدن به جای فنر قلب کابل برق وارد کردن. کابل کابل است و فنر هم فنر، شاید هر دو بتونن کار همدیگر انجام بدن. این سخنان من بارها گفتم که مسئولان حکومتی بعد از انقلاب، مسئولان چند منظوره، آقای سعید نمکی ممکنه فردا سفیر باشه و بشه، چندی بعد حتی ممکنه مسئول صدا و سیمای حکومت بشه و همه کارهای بلدن، چون یک کار واحد بیشتر انجام نمیدن و اون هم گزارشگری هست. چه کسانی این مجوزها را صادر میکنند؟ احتمالاً شما بینندگان تفسیر خبر، وگرنه چون این خبری رو از زبان وزیر بهداشت ما نمیشت. و مردمان در ایران سرگردان برای داشتن فنر قلب که معمولاً الان به طور تقلبیش و ساخت چین و جاهای دیگه رو میفروشن که بعد از مدتی از کار میفته و فاجعه از راه میرسه. درباره دوران جاهلیت یا آنچه که پیش از اسلام بخشی از تاریخ شبه جزیره عربستان امروزی، در تاریخ اون زمان که به جاهلیت معروف هست، گفته میشه که دختران رو زنده به گور میکردن، حالا یکی دو تا سه تا ده تا قبیله قبائلی، ولی شواهد دیگه ای هست که در همون زمان هم بانوان دارای قدرت بودن. نمونه بسیار مشخص بانوی اول اسلام هست، اولین بانوی مسلمان، همسر پیامبر اسلام که کار تجارت میکرد، بنابراین پس ارج و قرب و احترامی داشتن. و حتی آمده در تاریخ که در همان زمان هم در همون منطقه بودن بانوانی که شعر میگفتن و حتی بانوی ادعای پیامبری نیز داشت در همون منطقه. ما انقلاب شکوهمند ما رو به جایی رسونده که همینطور که ریوایند شدیم، یعنی بازگرداندن نوارهای صوتی یا ویدئو رو به هر حال بازگردوندن به پیشتر، دقایق پیشتر، ما در تاریخ هم به همین شکل داریم عقب میریم. نه اینکه عقب میریم، داریم برمیگردیم. کسانی بودن من دیدم در جاهایی در جهان وارد یک بزرگراه شدن، اشتباه بوده، نمیخواستن وارد بشن، عقب عقب داشتن خارج میشدن. این هست. آمدیم و در ایران در این نپسرفت هامون که راه حل هامون همیشه مربوط به 1000 سال پیشه، یا وقتی میخوایم حل کنیم مسائل 1000 سال پیشو که حکومت میکنه، میایم و راه حل های 2000-3000 سال پیشتر رو به دنبالش هستیم. به هر حال آمده و مهندس وزارت نفت، مهندس رسمی شرکت نفت هست، آمده و دختر 7 ساله خودش رو در آغوش خودش خفه کرده و گفته که ترسش از این بوده که این دختر در آینده به راه خطا بره. این مهندس قاتل 15 سال یا به قول علما 15 سال سابقه کار داشته در پتروشیمی اصلویه و بقیه موضوع. گفتن که به هیچ نوع اعتیادی هم نداشته، هدفش اعزام دخترش به بهشت بوده تا با ادامه زندگی مرتکب خطایی نشه. کس چه میدونه، شاید اونها هم که در دوران که جاهلیت نامیده شده، شاید هدف این چنین داشتن یا اهداف دیگری. و اما
صحبت از پولدار شدن در جمهوری اسلامی شد. در گزارش اولیه ما دیدیم که چگونه میشه در جمهوری اسلامی به پول رسید، در حکومت فقیه ولایت به طریق ولایت مدارانه به پول و پله رسید. کارهای دیگری هم هست که به این کارها نیز ما خواهیم پرداخت، از جمله 300 هزار نفر به اتهام بی‌حجابی در خودرو احضار شدند. شما ملاحظه کنید که 300 هزار نفر که احضار میشن، برای هر نفرشون یکی باید احضاریه بنویسه یا توقیف کنه، یه نفر حتی میشه 300 هزار نفر به چنین کاری مشغول بودن. یک ساعت وقت میگیره 300 هزار ساعت کار. به هر حال این از کارهایی است که این 300 هزار کار رو بارها گفتم شاید بشه صرف تروبچه کاری کرد و تروبچه صادر کرد و یه زخمی زد این درآمد رو. به هر حال این از نوع کارهایی است که و در خیابون‌ها می‌بینین نکیران منکران جاری در خیابون‌ها که چه می‌کنند و چه نمی‌کنند. همه اینها رو ما جمع بزنیم و بریم به سوی کارت‌های تروبچه مانند اون همت مشقربون علی ما، نه مشقربون علی حکومت و ولایت و فقاهت. باقی بکاریم در کنار چاه نفت چه خواهد شد و چه دستاوردی برای سفره مردم ایران. این از کارهای تولید شده پس از انقلاب هست در ایران. اما توقعاتی که شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بلعکس حسن روحانی از من و شما دارن و نباید روی این شیخ رو زمین گذاشت، چرا که ما در جنگی با آمریکا هستیم. حالا بگذاریم از این که به گفته آقای ظریف آمریکا رو از نظر سیاسی منزوی کردیم، همین یه دو بیله دیگه بزنیم، به هر حال آمریکا رو از نظر اقتصادی هم منزوی خواهیم کرد، تردیدی نیست. همین الان میبینید دیگه آمریکا وضعیتی پیدا کرده که همه آمریکایی‌ها حسرت به دل موندن از بابت اون چه که در ایران هست، رفاهی که هست و نیست. ولی به هر حال در این مرحله از مبارزاتمون که همه هر دو سو، هم حکومت ایران هم مخالفان حکومت ایران، چشم به واشنگتن دارن و چشم به توییت های پرزیدنت ترامپ، گفته های مایک پومپئو وزیر خارجه، و این هم از نوادر تاریخ معاصر ایران هست که چون این گردنه ایران و مردم ایران گرفتار هستند که به دنبال امیدی این سو و اون سو چشم ها در حال گردش و سرگردان، در حال در چون این شرایطی از جمله کسانی که در ایران بر مسند قدرت نشسته، شیخ پرزیدنت حجت الاسلام دکتر و بالعکس، توقعی داره بسیار ناچیز با هم میبینیم و میشنم. بعد از جنگ جهانی دوم ژاپنیا گفتن دیگه روز 8 ساعت نباید کار کنیم، جنگ شده، ویرانی شده، باید کشورمون رو آباد کنیم، باید روز 8 ساعت کار میکنیم، پول میگیریم، 4 ساعت 5 ساعت مجانی کار میکنیم. باید این کار کرد، چاره ای نیست. ما اساسا باید ژاپنی ها یک قدم پیشتر بریم. بعد جنگ جهانی دوم بود، هیروشیما رو بمباران کردن و جاهای دیگه، ناکازاکی و جاهای دیگه ویران شده بود در اثر بمباران های غیر اتمی هم. چاره نیست. از ژاپنی ها علما که نداشتن، ولایت مدار هم که نبودن، و تونستن ژاپن رو از زیر خاکستر جنگ دوم جهانی به اینجایی برسونن که امروز هست. بنابراین 5 ساعت که هیچ. اینی که کارگران ما پیش قدم شدن در بسیاری از جاهای ایران مثل هفت‌تپه، جاهای دیگه، بدون حقوق، 5 ساعت که هیچ، 5 روز که هیچ، 5 ماه که هیچ، در موارد 5 سال که هیچ. و اساساً اینی که بسیاری از جوانان ما کاری رو قبول نمی کنن برای اینکه گرفتاری برای دولت و علمای به ما پیش نیاد، خب به هر حال این نوعی فداکاری از ژاپنی ها برتر هست. تا
سابقا میگفتن نگاه به دست لله کن مثل لله غربیله کن. شیخ ما میگه که نگاه به دست ژاپنی ها بکنیم مثل ژاپنی ها کار بیمزد بکنیم. کاری که ما سعی کردیم از بعد از انقلاب آغاز کردیم و تا به حال به اینجا رسیدیم. و تنها کاری که وظیفه داریم در برابر خداوند و فردای قیامت این هست که وسیله معاش امروزی قرن 21 علما رو و مخلفات اونها رو تأمین کنیم. وسیله آسایش و رفاه اونها رو تأمین کنیم. چون باید تمرین بهشت بکنن برای روزی دیگر و فردایی دیگر در آن سوی خاک. این هست که از لواسان تا ببلی هیلز تا ونکوور و جاهای دیگه باید وسایل آسایش اونها رو تأمین کنیم. من ضامن شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس که این درخواست شما زمین نخواهد ماند. اگر هم شیطان اونها رو فریب داد، کارگران ما رو، چوب و چماغ ولایت که هست، انواع و اقسام هم داره، چوب و چماغ ولایت اصلاح شده و با تراش خوشترش و خوشتر و بهتر نیست هست حتما، اما از مشاغل پردرآمد دیگری که هست علاوه بر اون مشقربون علی ما، مشاغل ابتکاری تازه، یکی هم شغل بسیار پرطرفدار و پر رونق مداحی هست که از جاهای مختلف میتونه شروع بشه، از جمله از مدارس با هم میبینیم. بله، این هم معلم اختراعی در جمهوری اسلامی پس از انقلاب و کودکان مدرسه ما، شغل مداحی. یکی دیگه از مداحان رو میبینیم که بسیار هستند از آقای هلالی گرفته تا بقیه. این مداح رو در دو جا میبینیم، هم در مقام مداحی و هم در دادگاهی مربوط به بانک سرمایه. این هم راهیست، راهی مشقربون علی ولایت مدار برای رسیدن به مقاماتی که مپرس. ابا صالح التماس دعا کجا رفتی یاد ما هم با چش. جناب آقای هادی رضوی 107 میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانتنامه دریافت کردن و 104 میلیارد تومان از بانک های دی، اقتصاد نوین، مسکن، تجارت و صادرات. بنده
لیست تسهیلات ایشان در مجموعه بانک‌های کشور رو آوردم، طبق تورقی که چند روز گذشته بنده کردم مشهون از فساد است. ایشون می‌فرمان که من بازرگان بودم، شرکت‌های سالن‌های چند منظوره داشتم و استودیو سازی می‌کردم و فلان. نجف رفتی کازم نفتی سامرا رفتی یاد ما هم باش تماس دو ردیابی تسهیلات رو ما میکنم. ایشون به همراه آقای دلاویز و آقای امامی یک ملکی در نوشهر میخرن به مساحت 78750 متر. سه ویلاست، یکیش برای دلاویزه، یکیش برای امامیه، یکیش برای آقای رضویه، ویلای کاملا لوکس. بقی رفتی بقی رفتی جم شرار رفتی کربلا رفتی یاد ما هم با. سرمایه گذاری بعدی آقای رضوی، ملکی در خیابان آفریقا به مساحت 456 متر، سرمایه گذاری برای کشور، اشتغال آفرینی میکرد. حامد سی بقی رفتی جم کران رفتی در خیابان احمد قصیر. ایشون 5 طبقه خریداری میکنن، هر طبقه 260 متر. آقا کربلا دولا گرنه قیامت اولا ملحلر آقلار یا یو کربلانو ترپاقی آقلار یا یو هاردول. به نام منشیشون خانم زهرا شریف کاظمی ملک رحم کردن، ماشین بی ام وی ایکس 4 برای به اسم منشیشون خریداری کردن. کنار قبر ملکی در خیابان فرشته از آقای امامی خرید میکنند. سرمایه گذاری بعدی آقای رضوی، سواری مازراتی. ایشون مازراتی خرید میکنه با پول معلم ها، همه رو هم با هم داشته، اینجوری نبوده بفروشه بخره، همه رو با هم داشته. ایشون بعضی موقع خبرهایی هست که ایشون با یه تشریفاتی خیابون میمادن. بنز S500، سوزوکی، ماشین سوزوکی، تویوتا رافور، موتورسیکلت MV آگوستا. قیمتش من از دوستان سوال کردم، قیمتش فقط بخوام عرض بکنم به اندازه 10 تا پراید از مدل 5 میلیون تومانیش. بله خب اینا همه که بخشیش هست، این گزارش طولانی هست و با همین کیفیت، اینا فقط بخش کوچکی هست از کرامات عباس‌ساله. عباس‌سال کربلا رفتی، عباس‌سال اینجا رفتی، جماران جمکران رفتی و جاهای دیگه. خب مزاراتی هست درش، همه اینا هست که دیدید. عباس‌سال بیولی هیلز رفتی، عباس‌سال بریتیش کالونیز رفتی، عباس‌سال نیس رفتی، کن رفتی، جاهای دیگه رفتی، جنوب فرانسه رفتی، اسپانیا رفتی، عباس‌سال هست دیگه. این کرامات رو داره. حالا شما فکر کنید که عباس‌ساله که همچین کراماتی داره، دیگه بقیه رو، مقامات بالاتر مذهبی رو دست به دامن شدن ها چه خواهد؟ از امامزاده داوود بگیرید تا بقیه ای که هستن دیگه، یا مقامات خیلی بالاتر. این هاست، این مشاغلی هست شبیه همون قربون علی. عباس‌ساله اینجا رفتی، عباس‌ساله اونجا رفتی. از توی این مسیر خیلی مسیر پربرکتی هست. عباس‌ساله است دیگه، کرامات. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر.
خب من یک خبر دارم در اینجا مایل هستم در ارتباط با رکوردهایی که ما مرتب میگذاریم در باره مواد مخدر. یکی از وکلای مجلس آمده گفته، من بارها به این موضوع اشاره کردم، مصرف روزانه مواد مخدر در ایران به نقل از منابع سازمان ملل متحد و مشابه اون آمده و گفته روزانه مصرف روزانه مواد مخدر آقای اسکندر مؤمنی است در مجلس حکومتی گفته، بله به نقل از ایشون، به نقل از آقای اسکندر مؤمنی که رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر هستند، آقای حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس حکومتی گفته که روزانه 2 تن مواد مخدر در ایران مصرف که قطعا بیش از اینها هست. خب این 2 تن مواد مخدر چگونه روزانه در ایران تولید یا وارد میشه و بعد چگونه توزیع میشه، این رو کسانی که در این زمینه تحقیقاتی کردن قطعا در جریان هستن که این حجم یک لوله تریاک و 2 لوله تریاک و نمیدونم 10 گرم هروئین و کوکائین و اینها نیست. الچاپوهای ولایت مداری میخواد، اسکوبارهای اهل ولایت میخواد که بتونن این لوردهای به اصطلاح مواد مخدر در جهان، که الچاپو هم میدونیم به زندان محکوم شد در آن. به هر حال از نوع ولایت مدارشو از نوع همین متوسلین به عبا صالح و اینها میخواد که بتونن چون این مواد مخدری رو برسونن و مصرف رو هم برسونن به کودکانی که پای منقل در کنار پدران خود دارن مشق مداهی یا پای منبر نشستن به این معنی می برام. این خبر از خبرهای قابل توجه هست و قطعا تأسف برانگیز. و ما شیوه های دیگه، کارهای دیگری که در ایران هست، اولاد کوروش و داریوش و علامه مجلسی، من گزارشی تصویری دارم در این زمینه، گزارش های دیگری داشتیم، دلخراشن، آزاردند، اما گوشه ای از واقعیت های جاری هست در کشوری که مردمانش، ما بارها و بارها گفتیم که ما اهل کشوری هستیم که فردوسی ها داره که گفته است من یازار موری که دانه کشم. من گفتم و باز هم خواهم گفت که این سخن ارجمند فردوسی از این بابت بوده، چون آزار ما به بونگوشگان نیز رسیده و میرسد، ورنه چون این هشداری و برحضر نمیداشت که میازار موری که دانه کشه است. قرن 21 شهروند ولایت مدار، آن یکی تحصیل کرده و دختر خیش رو خفه میکنه تحت تبلیغات و بمباران تبلیغاتی ضد زن در اوضاع ایران پس از انقلاب، و آن یکی دیگه در خیابونها گزمه حکومتی چنین میکنه که میبینی، و در این میون هم نمونه های بسیار دیگر و شکل های دیگر که شما در جریان هستید با هم میبینید. واخ چه کارش داره؟ نه واخ گناه داره سایی گناه داره. این شهرداری میگیرمش سگاه جمعه کنه شهر مستقدار داری
من اول از هر چیز ستایش میکنم، قدرشناس هستم، سپاسگزار عزیزانی هستم که این سگ نازنین ما رو نجات دادن از دست این گزمی حکومتی. سپاس از شما و امیدوارم این سنتی بشه و رسم جاری و مانع از حیوان آزاری در کشور فردوسی. حافظ. و صدها دیگری که چون ستارگانی در آسمان تاریخ ایران بوده و هستند و خواهند. سپاسگزار است. نکته‌ای که در این ویدیو برای من بسیار جالب بود، این سگ نازنین و گرامی وقتی که آزاد میشه از دست این گزمه حکومتی فرار نمی‌کنه، می‌ایسته، انگار که بهش برخورده که چرا چنین کردی. هرچی بهش میگم خب برو دیگه، دعوا تموم شد، نمیره. جالب توجه. دوباره ببینید. اگر روی کامپیوتر دارید برنامه رو بعد از پخش اولیه میبینید. و به واقع شاید زبون حال این سگ نازنین هست خطاب به این گزمه یا مسئولان حکومتی که دم شما نه، لنگ شما رو اگر بگیرن و چنین بچرخونن، آیا راضی هستید؟ خوشتون میاد؟ چرا چنین کرد؟ همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر و پیام های شما عزیزان. سلام به جناب چالنگی عزیز. آقای چالنگی، چنان تقاصی ما ملت ایران داریم پس می دهیم که مجازاتی از این بالاتر نیست برای انسان. این آن همه رفاه و آبادانی و آزادی در دنیا، آبرو و احترام در تمام کشورهای جهان، حالا چی شد؟ با توافق آقای جیمی کارتر و رئیس جمهور وقت فرانسه، آقای خمینی را از نجف ببرند فرانسه، لوپلاشاتو روزانه خبرگزاری ها بریزند در منزل ایشان. ایشان هم وعده های خوشگل آب و برق و گاز و مجانی و ما ملت به خیال این که کشور گلستان می خواهد بشود چه کلاهی به سرمان رفت. و شاه ایران به خاطر اینکه کشور صدمه نبیند با چشم گریان کشور را ترک کرد. پس از چندی شاه فوت کرد و با تشریفات بسیار برازنده و زیبا در مصر و محبت جناب انور سادات در مصر خاکسپاری شد و جناب رئیس جمهور مصر انور سادات فدای شاه ایران شد. ولی ما ملت در خواب بودیم. تقاص همینجاست. حالا جمهوری اسلامی فقط با سرکوب و سرکوب و دزدی و اختلاس و نابود کردن کشور دارد حکومت می کند. جیرخاران خرافات چون عبدالکریم سروش ها و مهاجرانی ها در خارج از کشور از این حکومت ضد بشری اختلاسگر تبلیغ می کنند و چگونه تاریخ از این خائنین قلم خواهد زد. سپاس از پیام شما. اسامی که بردید اگر شنیدن و مایل هستن میتونن بیان و پاسخ بدن، از خودشون هر چی که دارن بگن درباره سخنان شما، از جمله فیلسوف صدارتی و حکومتی آقای عبدالکریم سروش. به هر حال شرایط 57 مورد بحث بسیار قرار گرفت، علت و انگیزه های انقلاب، داستانی که در کار بود این انقلاب و اشکالاتی که بود که آیا میشد پیشگیری کرد از چنین رویدادی یا خیر، اینها همه قابل بحث است. بازی های بد یا
حساب ناشده حکومت وقت نظام پیشین هم در سال 57 یکی از موضوعات و عواملی بود که به هر حال تشدید کرد رسیدن به هدفها رو، هدفهای کسانی که میخواستن ایران به چنین روزی بیفته. فقط من یک نکته رو سریع بگم که در قتل انور سادات وقتی که عبود الزمر طراح اصلی بعد که خالد استانبولی اینها مرید بودن به واقع و آقای عبود الزمر هم افسر مخابرات مصر بود، وقتی ازش میپرسن که شما پناه دادن به شاه ایران چه اندازه تأثیر داشت در تصمیمتون برای قتل شاه، سخنی گفت که قابل توجه بود. گفت که هیچ وجه، چون کاری که سادات کرد هر مصری در حق دوستش خواهد کرد، ما به دلایل دیگه ای سادات رو ترور کرد. این حرف قابل تأمل هست، بسیار قابل تأمل از زبان طراح قتل سادات. اما درباره پادشاه ایران و سادات که ما دیدیم در همون انقلاب 57 محمد رضا شاه پهلوی هنوز هواپیمای او به پرواز در نیومده بود، برخی از مسئولان حکومت وقت رفتند و بیعت کردند با رهبر انقلاب و برخی از جمله آقای شهرستانی که کلید طلایی شهر رو شهردار تهران بود زمانی، تقدیم آیت الله خمینی و کسانی اون کرد و کسانی مثل همین آقای نمازی که الان در زندان هست و از کارگزاران پیشینه حکومت و کسانی دیگر. پیام بعدی رو میشه. با سلام به برادر خوبم آقا جمشید چالنگی منم پیا نفتونی. دلیلی که زنگ زدم بهت اینه که این دلقرات شهرم میسوزه. من فکر کنم شهر ما هم به بم پیوست، شهر ما هم به سرپرزه ها پیوست، شهر ما هم به خرمچهر و آبادان پیوست. مصائب طبیعی پیش میان ولی هیچ امیدی نیست که شهر ما دوباره ساخته بشه. صدمات رو باید تحمل کنن مردم و خودشون اگه تونستن یه کاری بکنن و کاری نمیشه. زمین یه چیزی رو تازگی خوندم گفتم با بینندگانتون در میون بذارم. یه کسی نوشته بود که ما در ایران دو کشور داریم، یک کشور A یا الف و کشور B یا B. A رو میگم که بیشتر میگه جمعیت این کشور یه دستن که برای اونا دلار 3900 الی 4200 تومن است. اقتصاد براشون همیشه رونق دارد. در آمریکا در این کشور هیچ غلطی نمیتواند بکنند، تحریم اثر ندارد. پول نفت بیش از اون چیزی که قول داده شده بود سر سفره‌هایشان هستن. مردمان این کشور خودرو ملی ندارن و تمام خودروهای اونا قیمتهای میلیاردی و ساخت اروپا و آمریکاست. قانون اساسی دارن و تنها مردم این کشور هستن که با کارت ملی از مزایای مخصوص استفاده میکنن. همه قصر دارن و کاخ نشین هستن. جنای مردم خوبه. همگی گرین کارت آمریکا و تابع اروپا دارن. هیچ تحریمی هم شاملشان نمیشه. بیکار هم. سپاس از شما. درباره زلزله در شهر من و این همشهری گرامی مسجد سلیمان که بله مردم به کمک برخواستن، قدردان کمک های هم استانی های گرامی همه مسجد سلیمانی ها هستند، به ویژه هموطنان عرب خوزستانی که از نقاط دیگه خوزستان به کمک اهالی مسجد سلیمان، زلزله زدگان مسجد سلیمان رفتن. غم اونها غم همه مردم ایرانه، کما اینکه همونطور که اشاره کردید غم مردم بم، پل دختر، مناطق سیلزده لرستان، سر پل ذهاب، کرمانشاه و جای دیگه مصیبت دیده ایران، غم مشترک همه مردم ایران و طبعا تا اونجا هم که میتونن به هم یاری رسونده و میرسون. پیام بعدی رو میشه.
درود بر آقای دکتر جمشید چالنگی عزیز. اگر توانسته بودم درسم را ادامه دهم و به دانشگاه بروم، دوست داشتم برای پایان نامی دانشگاهی چرایی فرهنگ تملق و چاپلوسی را بنویسم، چون می‌دانم که ما از این آفت فرهنگی بسیار ضربه خوردیم، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن همواره ملیجت‌ها و مانند آنها وجود داشتند. ما می‌دانیم که هر دولت مردی وظیفه دارد کارش را که خدمت به مردمش است انجام دهد. اگر ما با کرنش دستبوسی او را بستاییم، گویی او بر ما منت داشته است و نه اینکه وظیفه‌اش را انجام داده. ما با این کار ناخواست خود، خواسته یا ناخواسته، چنین فردی را مقدس انگاشته و با ایجاد این ذهنیت در او هیچگاه وی خود را خطاکار ندانسته و هیچ انتقادی را بر نمی‌خواهد. و ما با رفتار و بینش خود در حقیقت خود کام آفرینی کردیم. همچنین باید گفت اگرچه برخی از روی ناآگاهی چنین کاری می کنند، اما هستند کسانی که برای سود شخصی خود چنین رفتاری را انجام می دهند. با سپاس، بهروز از شیراز. سپاس از شما هموطن گرامی در شیراز، با سپاس از شما. و نکته اول که من اشاره بکنم، من داره درجه دکترا نیستم از نظر تحصیلات. ممنون از ابراز لطفتون، ولی نه چنین نیست. و نکته ای هم که اشاره کردید درباره چاپلوسی و تملق، بله، آفت بسیار بزرگی در طول تاریخ ما بوده. متاسفانه بسیاری از شاعران ما هم، شاعران بزرگ ما هم در این زمینه سهمی دارن، معدود بوده و هستن، مانند ناصر خسرو ارجمند که چنین نکردند، یا به اختصار و در مواردی که واقعا معتقد بودن. و این ناصر خسرو هست که میگه من آنم که در پای خوکان نریزم، مرین قیمتی لفظ ذره دری را، به علم و به دانش کنی مدحتان را، که مایه است جهل و مربی بریرم. برحال آفت بسیار بزرگی هست، بسیار بزرگ و رایج در تاریخ ایران. امیدواریم روزی این مانع بزرگ برای واقع بینی از میون مردم ما و همه جهان برداشته بشه. هر جا که هست زیانی داره که مفهوم. پیام بعدی بشه. درود بر آقای چالنگی. میخواستم عرض کنم این گفته خمینی رو روز اول که ایشون تشریف شد ایران تو بهشت زهرا گفت، و یه دفعه میزه نشسته بود، یه سری آخونده دورورش بودن، ایشون فرمودن بر فرض محال محمد رضا شاه با رأی مردم به سلطنت رسید، فرض میکنیم که اینطوری بود، اما 37 سال پیش بود. نسل جدید برای انتخاب نوع حکومتی که دلخواهشینه باید رای بدن، الان که 40 سال گذشته، اونایی که هنوز به خمینی ایمان دارن باید بدونن طبق گفته خمینی اون رفراندوم سال 57 الان باطله. این نظر منه. این ویدیوها تو یوتیوب هست جناب آقای چالنگی، اگه خودتون هم صلاح دیدین گاهی پخش کنی. اون موقع 37 سال پیش بود، الان که 40 ساله، هرچند که این آخونده قبول نمی کنن. در حال گفتن خدمتون عرض کنم، حتما خودتون هم می دونی. سام حنیفه از کالیفرنیا، بدرود. شاد. ممنون آقای سام حنیفه از کالیفرنیا، سپاس از شما. بله، این صحبت آیت الله خمینی که پیشینیان ما سالها پیش ایشون گفتن چرا ما باید پیرو اون باشیم، ما بارها این نکته رو پخش کردیم. نکته در این هستش که حکومت ایران، خود آیت الله خمینی خودش رو در واقع منتخب
مردم نمیدونن و به همین دلیل هم در برابر مردم مسئول نمیدونن، اینه که جوری نمایندگی خداوند بر زمین، لقبی که بر ایشون چسبوندن یا مدعی شد و بعدها بر اساس این خب جپاسخین خواهد بود. بله این حرف درسته، منتها ما گزیدگان خداوند هستیم، نخستین حکومت الله بر زمین هستیم، بنابراین هر وقتی خداوند اراده کنه ما رو عوض خواهد کرد و نه دست و خواست مردمان. این ادعاییست که دارن در برابر چنین سخنانی و حتی سخنان خود آیت الله خمینی. پیام بعدی رو میشه. درود به شما جناب جمشید چرنگی عزیز و سپاس از برنامه همیشه صادقانه و حفاظت از کشورمان ایران زمین در سخن شما و همچنین سپاس بسیار از زحمات هموطنان پشت پرده. برنامه شما تفسیر خبر جمعه 21 تیر ماه با آقای نوری‌زاده. جویای شما به طور کل، چرا مردم اگر ناراضی از موقعیت ناعادلانه آنچه هر روز می‌گذرد چرا واکنش و اقدام نمی‌کنند؟ با اجازه چند خط از کتاب و تجربه واقعی ویلیام مورگن شوستر را برای شما اشتراک بگذارم. این به مربوط به حدود دوران سال 1911 میلادی، ترجمه در نوشته وی: روسیه در حال حاضر قدرت کامل در ایران است و حاکمان عملی و موثر کشور است. کل سرزمین امروز اشغال، یک ساتراپ است. مردم در هر حال و روزانه به طرز وحشیانه تحت رفتار ظلم و ستم قرار می گیرند. ترس، ترس روزانه، ترس از زندان و شکنجه. آن نیرویی است که روسیه در آن حکومت می کند. یک سکوت غمگین به آنچه در سرزمین کوروش اتفاق می افتد. به نظر من و به ترتیب عادت، ترس و وحشت و نادانی تاریخ مربوط در جستجوی تاریخی این بسیار معمولی است در نفوذ از کشورهای قدرتمند. سپس با دانش از گذشته و شجاعت و غرور برای حفظ کشور و آنچه متعلق به یک ملت است میتوان و باید ایستادگی کرد به آنچه در حال حاضر اتفاق میافتد، زیرا این همان تاریخ مکرر است با یک تفاوت که جلادان روزانه ملاهان و سپاه انگر هستند و همان ایجاد فقر، قتل، شکنجه کودک، بانو آزاری و فروشی، تجاوز به آنان و دزدی. سپاس از شما. اشاره کردند همیان گرامی به مورگان شوستر، آمریکایی متخصص امور مالیه که در زمان قاجار، همون حوالی 1911، همون حوالی بود که اشاره کردم، به ایران دعوت شد برای اصلاح مالیه و نفوذی که روس و انگلیس داشت، اعتراض کردند و بالاخره ایشون از ایران رفت. دربار سوئد یه دوره دعوت کرد ایشون و به هر حال از نظراتشون استفاده کنم. برگشت به آمریکا. کتاب ارزشمندی داره و ارزشمندی، اختناق در ایران، که بخشیشو یا چند سطرشو ایشون به اصطلاح نقد کردن. بله خب نظرات اون دوره، کسانی که میخوان گوشه ای از اون دوره رو ببینن، کتاب بسیار ارزشمندی است و همونطور مثل شرح زندگانی من عبدالله مصطفی. علت بله ترس هست، اما در همون زمان هم ما میبینیم حرکاتی هست ضد استبداد و علل دیگری هم هست که امیدوارم در برنامه‌های دیگه ما وقت بیشتری داشته باشیم و به این موضوع بپیوندیم. از جمله علت‌ها این که آیا فرد در ایران به منافع جمع فکر میکنه و چرا چنین هست یا چرا چنین نیست و این چه تأثیری داره در سرنوشت هر جامعه‌ای و از جمله وضعیت اکونومی. در این زمینه من حتما سخنانی دارم که در برنامه‌ای بعد مطرح خواهیم کرد. پیام بعدی رو می‌شنویم. این پیغام برای آقای چالنگی، تفسیر خبر. جناب چالنگی، من برنامه‌تون رو گوش کردم. دوستان عزیزی مثل آقای اعتمادی برابهر و آقای احمدی بودن، خیلی قلب من شکست. من خیلی احترام برای این آقای پرابهر قائل بودم. گفتم یه جوون با مطالعه میکنه همه چی، ولی امروز فهمیدم کافی نیست مطالعه داشتن. ایشون میگه من باشم کسی دیگه غیر از من نباشه.
جناب برابر، 14 نفر نه ادعایی دارن که رهبر میخوان بشن، نه ادعای حزب دارن. مثلا مادر ستار بهش میخواد چی؟ بهش حزب باشه یا فردا شهبانی ایران بشه؟ 14 نفر که جون خودشون تو کف دستشون گذاشتن اومدن. جناب احمدی میگه آقای ملکی چی کار بکنه؟ ما کسی رو نداریم؟ واقعا کسی رو نداریم. اگه کسی داشتیم که توی 40 سال از ما اینجوری نبود. خارج از کشورم که قربونش برم. همینجوری همه نشستم تماشاچی هم. از تیم فوتبال که میرن یه ده تماشاچی هم. براشون فرق نمی کنه. این تیم ببره یا اون تیم. یه خود انصاف داشته باشید. جناب آقای عزیز. این روز به آقای اعتمادی. مرسی. آقای چلنگی. ممنون از شما، ممنون از شما و توجه شما بیننده گرامی در هر کجا که هستید، براتون آرزوی تندرستی و شادی داریم. به هر حال مهمانان برنامه نظرات خودشون رو مطرح میکنن، این نظرات مورد قضاوت بینندگان ما هست. هدف ما این هست که از طریق نظرات گوناگون راهی بیابیم برای وضعیتی بهتر، آینده بهتر برای ایران و مردمان ایران. سر و ناسره در قربال تاریخ و نگاه تیزبین بینندگان سرانجام از هم قطعا جدا خواهد شد بدون تردید. سپاس مجدد از شما. پیام بعدی رو میشنم. با سلام خدمت شما جناب آقای چالنگی عزیز و گرامی. یه نکته میخواستم عنوان کنم که از بزرگ نمایی بعضی از افرادی که با هدفهای مشخص کارایی میکنن برای پناهندگیشون، مثل یاد کردن از اون دو زوج دستفروش یا اون خانمی که خودش رو با اسم دختران خیابان انقلاب پرت کرد توی کانادا و این چیزها، لطفاً کمی دقت کنید بین افراد واقعی و افرادی که نوع شالاتانی دارند رو کمی دقت بیشتر بشه، که حتی کسان واقعی که پناهنده واقعی هستن زایه نشه. ببخشید که مزاجم، امیدوارم پیامم پخش بشه. من چند بار پیام دادم ولی تا الان پخش نشده، فقط این یکی پخش بشه. مرسی، متشکرم. ممنون از شما، ممنون از پیام شما و این اولین پیام هست از شما به من رسیده. پوزش میخوام اگر پیام های قبلی شما پخش نشده. ولی دوست عزیز بیننده گرامی هر کجا که هستین، من نمیتونم، امکان نداره و این کار رو هم نخواهم کرد که نیت افراد رو به قول معروف نیت شناسی کنم. کار ما بازتاب دادن رویدادهایی هست که به نحوی مربوط میشه به مصالح و منافع عمومی مردم ایران. این کاریست که انجام میدیم معمولا. اینی که چه نیتی هست، چه نیتی پشت این هست، شاید کار دیگرانی هست که به راهی و زمینه های دیگه میرن یا در عرصه‌های دیگری فعالیت کنن. امکان نیست و چنین هم نخواهیم کرد. امیدوارم نیت همه در راه ایرانی بهتر باشه، فردایی بهتر باشه، دریابیم که منافع فرد نیست، برای همیشه زمانی تأمین خواهد شد که منافع جمع تأمین. این رکن اساسی و پایه اساسی همه جهان آزاد است. در این زمینه قطعا صحبت با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، هند و سبلان آسماری، دوساران دنادر آکلوند، کو زگرس و تفتان و تابش هم بر فلات ایران زد. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. ایران هرگز نخواهد.